با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش ساخت ابزارهای برای وردپرس. خب تا اینجا پیش اومدیم که فیلد عنوان رو ساختیم. فقط یک چیز، ما وقتی این فیلد عنوان رو عنوانی می نویسیم، ببینید ذخیره نمیشه. چرا؟ برمیگردیم به کدمون. اینجا آپدیت گفتیم، آپدیت متدیه که محصول ذخیره اطلاعاته. خب همونطور که اینجا میبینید، ما گفتم که چیزی که آپدیت باید برمیگردونه باید حتما آرایه باشه. ما یک آرایه بر نمیگردونیم، ما داریم یک رشته برمیگردونیم، پس اینو باید بکنیم آرایه. هر فیلد باید داخل یک عضو این آرایه باشه. اون چیزی که من میخوام برگردونم تایتل، اسمش رو اینجا مینویسم. پس الان یک آرایه است که این یک آرایه برمیگردونه. خب اینجا رفرش رو میزنم، حالا دوباره عنوان رو بهش میدم، نوشته های اخیر، ذخیره رو میزنم و بله ذخیره شد. ببینید اگه تایتل درست باشه، اینجا باید عنوانش رو ما ببینیم حتما. اینم از این. فقط یک چیز در مورد اینجا، خب اینو من آپدیتش میکنم، میریم جلوت اون چیزی رو که دقیقا با اون شکلی که باید باشه مینویسمش. اول اینکه ما متغیر اینستنس رو متغیر اینستنس رو که اینجا نوشتیم، باید اول قرارش بدیم با اولد اینستنس. یعنی میگیم گفتیم اینستنس چیای جاری داخل ذخیره میشه دیگه، اطلاعاتی که الان میخوایم بفرستیم واسه وردپرس، بگیم اینو ذخیره بکن. اول قرارش میدیم با اون قدیمی ها، بعد در پایین نیو اینستنس، برای اینکه مطمئن بشیم که مقادیر جدید حتما اون مقدارایی که ما اینجا داریم وارد میکنیم، حتما اون مقدارای پیشفرضی رو که ما میخواییم داره، به این شکل درش میاریم. همون کاری رو این بالا که با wparse.arcs برای اینستنس انجام دادیم برای پس میام داخل همین شیء هم یک فیلدی اضافه میکنم، میذارمش پابلیک، هم میتونید پرایویت هم بذاریدش، فرقی نمیکنه، میذارمش پرایویت. پرایویت دیفولت دیت، داده های پیشفرض اسمشو میذاریم. این آره رو میاریم اینجا قرار میدیم. از این بعد هر چی رو داریم میخوایم اینجا بذاریمش، درسته؟ از این بعد هم هر موقع میخوام به این اشاره بکنم، از دیس استفاده میکنم. اگه با برنامه نویسی شیگرا مشکلی دارید، میتونید از همین آموزش های داخل سایت خودمون برنامه نویسی شیگرای پی اچ پی استفاده کنید. و الان دقیقا میدونید که من در اینجا دارم چون یه فیلد رو فقط اضافه کردم. خب دیفولت دیت میتونم ازش استفاده بکنم، اینجا هم به همین شکل. از این بعد هر موقع بخوام دیگه لازم نیست هر موقع اینو تغییر دادم بیام اینم تغییر بدم، فقط کافی تغییرات رو اینجا اعمال بکنم، اونجا هم اعمال میشه. خب حالا اینجا هم همون کار رو انجام میدیم. this default date خیلی راحت و لازم بعد میتونم ازش هر موقع خواستم اینو تغییر. این یکی از کارهایی که من همیشه انجام میدم. اینم از این. پس نیو اینستنس رو هم ما میخوایم اطلاعات رو از نیو اینستنس، اطلاعاتی که الان اینجا موقعی که کاربر ذخیره رو میزنه، اطلاعات فرممون داخل نیو اینستنس ذخیره میشه. اولد اینستنس اطلاعات قدیمی رو داره. اول اطلاعاتی رو که میخوایم واسه وردپرس بفرستیم و داخل یه متغیر به اسم اینستنس ذخیره میکنیم دیگه، که بعد اینجا به صورت آرایه واسش بفرستیمش. اول برابر اولد اینستنس قرارش میدیم، اون آرایه قدیمی، اینو حتما انجام بده، چون ممکنه تو نیو اینستنس سری داده ارسال نشن یا خالی ارسال بشن که وردپرس اون موقع ما اینجا اینا رو قرار میدیم که چیزی از دست نره. بعد نیو اینستنس رو حتما پارسش میکنیم که حتما داده های
پیش‌فرض که اینجا قرار دادیم توش باشه، که اگه کاربر چیزی رو خالی فرستاده بود ما بتونیم اینجا داده پیش‌فرض بهش بدیم. و بعد شروع می‌کنیم دونه دونه از نیو اینستنس در میاریم، می‌ریزیم داخل اینستنس و بعد در انتها اینستنس رو برمیگردونیم. این کاریه که ما داخل آپدیت انجام میدیم. اینجا هم که گفتیم یه بار دیگه اینستنس رو ما پارسش می‌کنیم که مطمئن باشیم حتما داده‌های پیش‌فرض داخلش قرار داره. خب این از این مورد. خب برای ادامه کارمون من اینو ذخیره میکنم. خب برای ادامه کارم، خب اول میخوایم چیا رو لیست بکنیم. خب حالا ما میخوایم که اینجا ویجت، خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که خب ویجت میخوایم شروع کنیم نمایش دادن ابزارکمون دیگه. میخوام اون عنوانش رو حتما لاقل نشون بدم. دو تا چی میگیره؟ دو تا پارامتر داره. اولیش آرگز هست، دومی اینستنس. حالا شما هر اسمی که دوست داشتید بدید. آرگز چیه؟ داخل فانکشن رو باز بکنید، فایل فانکشن رو، تا بگم دقیقا ماجراش چیه. این 4 تا گزینه تو آرگز بیشتر نیست. خب رجیستر سایت بار رو اگه بیارید دنبالش بگردید، اینا ها ببینید اینجا سایت بار ذخیره شده. ببینید یه سری اینجا موقعی که ما هر سایت باری رو ثبت میکنیم تو وردپرس یه سری چیزها رو واسهش میفرستیم دیگه. یکیشون بیفور ویجت، افتر ویجت، بیفور تایتل، افتر تایتل، درسته؟ خب اینو این آرس ها چجوری حالا ما واسه اینه که تم، واسه اینکه بدونیم دقیقاً اون کاربر اون تم قبل از تایتل و بعد از تایتل چه آرگومانایی رو به کار برده و همینطور ویجت، باید از این استفاده بکنیم. اینجا داخل آرگز واسمون ذخیره میشه و ما میتونیم حتما از اینا به راحتی استفاده بکنیم. اینستنس هم مقادیریه که کاربر داخل صفحه تنظیمات اینجا ذخیره کرده. خب همیشه برای نمونه موقع یادتون میره چه اتفاقی میخواد بیفته، برید داخل همون نمونه بود که باز کردیم قبلا، داخل اینکلود پوش WP اینکلود پوشه ویجت، همون ریشه وردپرس دبلیو پی اینکلود پوشه ویجت های خود وردپرس رو اصلی دونشون رو باز بکنید، نگاه بکنید ببینید چجوری این کار رو انجام داده. مثلا ببینید چیکار کرده، اینجا اومده اول قبل از هر چیزی بیفور ویجت رو چاپ کرده، تایتل رو با فیلتر اپلای فالترز دبلیو ویجت تایتل به دست آورده. خب اینجا با ویجت تایتل به دستش آورده. خب البته این دوتا آخریش نیازی نیست حتما این کار رو بکنید، همین دوتا آرگومان اولیش کافیه که لازم نبوده حتما این کار رو انجام بده. خب حالا ما هم دقیقا به همین روشی که اینجا استفاده شده ما هم همینجا اینجوری همینجوری استفاده میکنیم دیگه. خب پس حالا میایم دنبال کاربر خودمون، میایم داخل خودمون ویجت. خب ما هم شروع میکنیم به نوشتن. اول از همه خب داده هایی که اینجا ببینید اینستنس رو ببینید ما اینجا برگردوندیم، میاد اینجا قرار میگیره. همه داده هایی که کاربر میخواد ذخیره کرده تو دیتابیس برای تنظیمات اینجا نوشته، داخل این فرم اینجا وارد کرده، ما میتونیم داخل اینستنس بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اول هر چیزی ما تایتلمون اول باید شروع کنیم به دست بیاریم. اینجا من مینویسم تایتل برابر است با اینستنس، میخوام تایتل رو اول تو خروجی چاپ کنم. مثل چی منظورم چیه؟ اینجا ببینید داخل اینجا هر کدوم از اینای آخرین دیدگاه ها، بایگانی، دسته ها، اطلاعات، منم میخوام همین کار رو انجام بدم دیگه. خب میخوام تایتل رو نشون بدم. خب تایتل داخل اینستنس، چون اینجا ما تو تایتل ذخیرش کردیم، اینجا هم همونجا به دستش میره. بس اولی که مطمئن میشیم تایتلمون خالی نباشه. اگه خالی بود یه عنوانی حداقل باید نوشته بشه دیگه، حتما یه عنوانی ما باید داشته باشیم. از تایتل رو هم اینجا به این شکل انجام میدیم. اگه کاربر چیزی ننوشته بود، خالی گذاشته بود این فیلدو خالی گذاشته بود، ما خودمون یه چیزی واسش مینویسیم. اینجا به این شکل مینویسیمش، مینویسیم که if empty خالی بود instance تایتل، اگه اینستنس تایتل خالی بود، خب تایتل برابر است با نوشته های اخیر، وگرنه خب
خب اگه خالی بود نوشته های اخیر باشه و اگر نه تایتل برابر اون باشه. خب اینو میتونیم خیلی خلاصه ترش هم بکنیم با ترنری، یعنی با ستایی، عملگر ستایی خیلی راحت. قبلا فکر کنم تو پی اچ پی برام توضیحش دادم، اگه توضیح ندادم همجا توضیح. عملگر ستایی داره وردپرس که میگه یه ایف داره، یه چیزی رو بهش میدیم، اگه ترو باشه مقدار اولو برمیگردونه، اگه فالس باشه مقدار دومو برمیگردونه. به این شکلی که من اینجا به کار میبرم تایتل، میخوام این کدی رو که اینجا نوشتم خلاصه بکنم. برابر است با یه پرانتز میذاریم اول اینجا، اینو شرط رو مینویسیم تو اون امتی، شرط رو میخوام بنویسم تو این دیگه اینستانس تایتل. اگه تایتل خالی بود یه علامت، این علامت سوالی میذاریم، این همون معادله اینه که اینجا میگیم اگر این علامت سوال سپس مقدار اگه ترو باشه این چیزی که اینجا مینویسیم مقدار اول برمیگردونه، یعنی این نشون نوشته اخیر رو من میخوام برگردونه، اینو مینویسم اینجا. خب بعد یه کالم میذاریم اگه فالس باشه مقدار دوم برمیگردونه، همون خود تایتل رو برمیگردونه، منم اینو مینویسم اینجا خیلی راحت. ببینید داخل اینجا هم به همین شکل استفاده کرده، تو اینستنس من یک ترناری گذاشته، یک عملگر ستایی از این حالت استفاده کرده، ما هم از همین حالت استفاده میکنیم. پس چجوری شد این عملگر ستایی؟ خیلی چیز جالبیه. اگر این خالی بود سپس علامت سوال سپس اینو برگردون، اگه ترو بود این، اگه فالس بود این. خب ما میگیم اگه خالی بود نوشته های اخیر رو لااقل برگردون. خب اینا رو دیگه نیازی نداریم پاکشون میکنیم. این از تایتل هم. خب حالا تایتل رو یک فیلتری داخل وردپرس هست به اسم اپلای فیلتر، باید حتما بدیمش به اون فیلتر، اینو حتما باید از این فیلتر ردش بکنیم که اگه یک پلاگینی رو کاربر نصب کرده بود که عنوان ابزارک ها رو دست بزنه، اینجا بتونه اون پلاگین کار خودش رو انجام بده. پس دقیقا همین فیلتر رو هم براش انجام میدیم. اینجا یک فیلتر رو اعمال میکنیم با تابع اپلای فیلتر. اپلای فیلتر چیکار میکنه؟ یک نامی ما بهش میدیم، اون فیلتر رو اجرا میکنه. برای که یه فیلتر اجرا بشه ما میدونیم فیلترها مثل اکشن ها نیستن، فیلترها یک تابن که ورودی دارن، یعنی آرگومان دارن و خروجی دارن، حتما یه چیزی رو برمیگردونن، مثل فانکشن میمونن. پس ما میگیم چیکار میکنیم؟ اول اینکه نام اون فیلتر رو مینویسیم، ویجت تایتل. میتونید از این ور چک کنید که درست نوشته باشه، ببینید ویجت تایتل اینم و ویجت تایتل. تو دومی اون مقداری رو که میخوایم بدیم به اون فیلتر، به این فیلتر ها ممکنه 10-12 تا فانکشن واسه یه فیلتری حتما رزرو شده باشه دیگه، وقتی ما اونو احضار میکنیم همه اون فانکشن ها روی اون فیلتر تاثیر میذارن، در نهایت اون مقداری که ما میخوایم برگشت داده میشه. اینجا تایتل. خب این مقداری که داره میاد ما باید جای ذخیرهش بکنیم دیگه، تو همون متغیر تایتل ذخیرهش میکنیم. ببینید پس الان تایتل رو اول چک میکنم، اگه خالی بود یه مقداری بهش میدم، بعد از اون میدمش به تابع اپلای فیلتر. داخل اینجا همشو تو یه خط نوشته، اینجا که میبینید همشو تو یه خط نوشته، طولانی شده، من این کارو نمیکنم. یه چیزایی رو هم اضافه نوشته، دوتا آرگومان اضافه داده، نیازی نیست به این دوتا، نیازی به اون دوتا نیست، همین یه مقداری رو بهش بدید کافیه، خودش دیگه بقیه کارا رو انجام میده. اینم از این. حالا در ابتدا اول از همه چیز ما باید مقدار اینجا همونطور که گفتم، ببینید بیفور ویجت افتر، اول بیفور ویجت رو چاپش میکنیم قبل از همه چیز. اکو آر گفتیم کجا ذخیره میشه؟ داخل آرکس بیفور ویجت. خب از کجا اومد؟ از اینجا اومد. ببینید موقعی که سایت بار این ثبت میشه چهار چند تا گزینه داخلش، بیفور ویجت، افتر ویجت، بیفور تایتل، افتر تایتل. اول این رو چاپ میکنیم، بیفور ویجت رو اول چاپ میکنیم، اون چیزی که داخل چی هست اینجا حالا اول چاپ میشه، اون یعنی این چیزی که الان داخل این تم هست بیفور ویجتش، یه تاب یک چیکار میکنه؟ یک سکشن میسازه، این رو میسازه، یک تگ سکشن میسازه. خب بعد از اون تایتل رو میخوایم چاپ بکنیم که اون هم به این شکل در میاد، اکو arcs before title، که اون هم مقدارش از اینجا به دست میاد، اینجا که دارید من علامت میزنم before title، خطو بردم روش البته. خب و بعد تایتل رو چی میکنیم؟ حالا خود تایتل رو تو خروجی چاپ میکنیم، تایتل.
و اگر اون هم و بعد در نهایت افتر تایتل اکو ببخشید آرکس افتر تایتل افتر تایتل کجا اومد؟ اون هم مربوط به همین آرکس هست، اینجاست انتخابش کرد. خب این هم از این. حالا اینو خب میتونم خلاصش بکنم دیگه، فقط کافیه که اینو بردارم نقطه بذارم دیگه، عملگر کانکتنیت و بعدش افتر تایتل، درست مثل همون نمونه ای که داخل خود وردپرس من اینجا ببینید، بیفور تایتل کانکتنیت افتر تایتل دقیقا با همین شکل اینجا داره میشه. ما هم همین کارو میکنیم. خب پس ما میخوایم یه کاری بکنیم که کاربر در هر صورت حتی اگه عنوانی رو هم ننوش ما خودمون یه عنوانی بدیم. اگه میخواید چی باشه این اتفاق نیفته میتونید این بخش رو اصلا حذفش بکنید. خب ولی ما یه کاری میکنیم که کاربر حتما اگه چیزی رو وارد نکنه این نوشته های آخری یه چیزی نوشته میشه. خب این هم از این. حالا ما عنوان رو لاغلش کردیم، در انتها هم اکو اون انتها بعد از اینکه خب ما ویجت رو اینجا عنوانش رو گذاشتیم، حالا در انتها هم مقبلتون تگ رو ببندیم دیگه. اینجا رو ببینید فانکشن بیفور ویجت باید تگ سیکشن شروع میشه، افتر ویجت خب اینجا حالا باید چیز بسته میشه، افتر ویجت رو هم مینویسیم اکو آرکس افتر ویجت. خب افتر ویجت هم حالا خب. حالا چرا این کارا رو میکنیم؟ به خاطر اینکه هر تمی خب یه خودتون تم سازید میدونید هر تمی افت این آرگومانای خاص خودش رو داره، پس ما باید اینا رو بدیم، ممکنه یکی از تگ دیو استفاده کنه، یه تم دیگه یه تگ دیگه داشته باشه، آرتیکل بذاره. در هر صورت ما واسه اینکه ویجتمون با همه کار بکنه باید این کارو انجام بدیم. اول قبل بیفور ویجت رو چاپ میکنیم، بعد تایتل ها رو چاپ میکنیم، بیفور تایتل افتر تایتل همراه با خود تایتل و در انتها افتر ویجت و دیگه اون دیگه محتوا میفته بین این دوتا، یعنی بین اینجا قرار اینجا که من الان نشانگر متن رو گذاشتم، یعنی دقیقا میفته اینجا، یه چند تا عددم نوشتم. خب خب حالا ما میایم به چی ببینیم بالا عنوانمون نمایش داده میشه. خب ما جایی رو اینجا اشتباه کردیم چون پیغام خطا رد کرد وایسات، یک نگاهی میندازیم ببینیم دقیقا کجا رو اشتباه کردیم. باشه باید برگردم فایل خود. خب اینجا برمیگردیم، حتی اون نوار عنوان اون بالا هم رو من از دست دادم، اینجا رفرش میکنم اگه خطایی باشه اینجا باید نشون بده که خطایی نداریم. حالا میاییم داخل این قسمت نگاه میکنیم ببینیم که کجا اشتباه کردیم. خب یه باید ممکنه یکی از این آرگومان ها رو اشتباه نوشته باشیم. خب بیم یکی یکی اینجور من واقعی مثلا معمولا من فیلتر رو اول کار میندازم، فیلتر رو از کار میندازم بعد رفرشش میکنم. خب اومد فیلتر رو اشتباه نوشته بودیم، این فیلتر به سبک خود همین وردپرس می نویسیمش، مشکلی نیست. به سبک خود وردپرس اینجا اپلای فیلترز هست، ببخشید فیلتر من نوشتم، این همچین چیزی نداریم، همچین تا اپلای فیلترز هست نه اپلای فیلتر، ببخشید این باز شده بود که پیغام خطا رد کنه. ببینید حالا نوشته های اخیر. خب حالا من یه عنوانی می نویسم، ببینید عنوانی که خودمون نوشتیم میاد اینجا اون ببخشید عنوان نمونه، خواهیم ببینیم کار میکنه اصلا، ذخیره میکنیم. حالا بیم اینجا رفرش رو میزنیم عنوان نمونه. خب ما داخل این ویدیو یاد گرفتیم که عنوان ابزارکمون رو خیلی راحت، حالا یاد گرفتیم که مقدار رو اینجا بنویسیم، چیزایی که تا اینجا یاد گرفتیم و مقدار رو داخل آپدیت بخونیم، به این روش با پارس بکنیم نیو اینستنس و در نهایت مقدار رو اون حداقل عنوان رو نشون بدیم. در ادامه یادتون میدیم که چجوری این قسمت رو فرم و گسترش بدید، گزینه‌های بیشتری در اختیار کاربر قرار بدید و در نهایت اون رو
خیلی بهتر در این قسمت، یعنی تا دیگه از این بعد فقط بین این دوتا ما می نویسیم بیفور تایت، یعنی قشنگ اینجا بین این خط و این خط. خب همیشه محتوا میفته بین افتر ویجت و افتر تایتل، همیشه بین این دوتا قرار میگیره محتوا، یعنی میفته این وسط. خب من این جلسه رو همینجا تمومش میکنم.